سرخط مهمترین خبرها. اگر چاشت نمیافیم شبا نمیافیم، اگر شبا میافیم سبا چاشت نمیافیم. کاهش 50% کمک‌های غذایی سازمان ملل به افغانستان. برنامه جهانی غذا میگوید به دلیل نبود بودجه توان کمک رسانی به حداقل 4 میلیون نفر را ندارند. افزایش 6 برابری عواید وزارت معادن و پترولیم در سال 1401. مجموع عواید این وزارت در سال گذشته به بیش از 17 میلیارد افغانی رسید. مونگا ولس میلیارد 400 میلیون 4 لک 9050 افغانی عواید را ټول کړي چې تفاوت فیصدی 40% ده. تقریبا 3 میلیارد عواید مونږ د ټاکلي هدف یا ټارګټ څخه زیات را رسیدلي. و تجدید بحران بشری بی‌سابقه در پاکستان. تنها در 2 روز گذشته دست کم 16 نفر بر اثر ازدحام بیش از حد در جریان توزیع کمک‌ها جان باختند. آنانی که در عقب قرار داشتند فشار می‌دادند. من هم افتادم و آخرین چیزی که به یاد دارم خواهرانم افتاده بودند. تلاش کردم آنان را نجات بدهم اما نتوانستم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من سید رضا مبارز هستم. شما را دعوت میکنم به بسته خبری این ساعت از تلویزیون تمدن. مشروع خبرها. سازمان جهانی غذا به دلیل نبود بودجه کمک‌هایش به افغانستان را به نصف کاهش داد. رئیس این نهاد گفته اگر در ماه آپریل امسال 93 میلیون دلار بودجه فوری دریافت نکنند، کمک‌های خود را به میلیون‌ها انسان آسیب‌پذیر در افغانستان متوقف خواهند کرد. همزمان گزارش شده که شمار شهروندان برای سیر کردن شکمشان اموال خانه‌هایشان را به فروش رسانده. برخی هم گفتند اکثر روزها بدون سحری و با شکم گرسنه روزه گرفتند. محمد اسلام بهنوش گزارش می‌دهد. نور محمد نزدیک به 2 دهه است که با رنگ و برس سر و کار دارد. از 365 روز در سال گذشته تنها 15 روز سر کار رفته و باقی روزها را اینجا در انتظار کار سپری کرده. در نبود کار او دار و ندارش را به مصرف رسانده و حالا در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برد. اگر چاشت نمی‌افیم شبا نمی‌افیم، اگر شبا می‌افیم سبا چاشت نمی‌افیم. خب بازم یک گزاران می‌کنیم، میگه قرض وام از این دکان، از اون دکان، از این دکان که می‌گیریم میگم امروز کار کردیم برای تو می‌تیم، از اون که می‌گیریم میگم سبا کار کردیم برای تو می‌تیم. از دکاندارا قرض هستیم. نور باش امروز دکار می‌ریم نمی‌ریم خب حالا توکل به خدا دیگه از این دغدغه هر روز نور محمد و هم قطارانش است. در نبود کار و فشارهای اقتصادی برخی از کارگران برای سیر کردن شکم اعضای خانواده دست به فروش اموال خانه نیز زدند. از طلا گرفته و تا قالین و تا توشک و تا کل چیز سودا کردیم. تا این کنه و تا بیلرهای نیمی کار که سرش کار میکردیم دنیا رو سودا کردیم. رکود بازار کار و گسترش دامنه بحران بشری پای بسیاری ها را در کنار جاده ها کشانده. برخی از آنها روایت های تلخ دارند. میگویند غذای کافی ندارند و بدون سحری و با شکمی گرسنه روزه گرفتند. اینه میجا میاییم اگه 5 تا نان پیدا کنیم قویشتکان میخواد. اگه پیدا نکنیم شب با خدا گوشتن میره در ماهی رمضان. اینه میجا میاییم کسی اگه 5 تا نان گیره با میاییم. اگر آمد نامد شب نمود به ایلی خدا پس خانه میریم. این 5-6 روز رمضان ما نمیخواد چیز پخته نکردیم که ما بخوریم. با افزایش فقر و بیکاری در کشور به میزان گرسنگان و افراد نیازمند هم در افغانستان افزود شده. بر اساس گزارش تازه سازمان غذای جهان این رقم به 29 میلیون تن میرسد. با این وضع حالا نبود بودجه مورد نیاز این سازمان به بحران بشری در کشور خواهد افزود. با کاهش 50% کمک‌های سازمان غذای جهان به افغانستان، سفره 4 میلیون نفر که با قحطی روبرو‌اند خالی‌تر خواهد شد. ما حالا پول کافی نداریم تا به مردم آسیب دیده رسیدگی کنیم، بنابراین ما در بحران قرار داریم که اگر خیلی مراقب نباشیم به معنای واقعی کلمه می‌توانیم جهنم روی زمین داشته باشیم. آن طرف وزارت اقتصاد اما آمارهای جهانی در مورد میزان گرسنگی و بحران بشری را رد می کند. از دید این وزارت
تحریم‌ها و منجمد شدن ذخایر ارزی افغانستان و نبود زیربناهای اقتصادی باعث افزایش فقر و بیکاری در کشور شده. تیت اقتصادی وده، د اقلیم بدلون او د کرنې سکتور زیانمنتیا او د سد پاسه د یو نیم کال په جریان کې د بهرنیو لخوا په بانکي سیستمونو د محدودیتونو لګول د هیواد د بهرنیو اسعاري زیرمو کنګل کېدل. با این وجود اگر بدیلی برای کاهش کمک‌های غذایی سازمان ملل در نظر گرفته نشود، احتمال وقوع فاجعه بشری در سال روان دور از انتظار نخواهد بود. وزارت معادن و پترولیم از افزایش حدود 6 برابری عواید این وزارت در سال 1401 خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت گفته در این سال بیش از 17 میلیارد و 400 میلیون افغانی از استخراج معادن عواید جمع‌آوری کردند. از سوی هم این وزارت تأکید کرده که تلاش‌ها برای آغاز کار عملی پروژه مس عینک و پروژه تاپی در سال جاری ادامه دارد. ذبیح‌الله شریفی جزئیات می‌دهد. ارائه گزارش دستاوردهای وزارت معادن و پترولیم در سال 1401 گزارشی که عواید چشمگیر این وزارت را ناشی از استخراج معادن نشان می‌دهد. افزایش استخراج مواد معدنی از جمله زغال سنگ و سنگ‌های قیمتی، امضای قرارداد استخراج دوام معدن با شرکت‌های مختلف، بررسی معادن جدید و افزایش عواید از جمله مهم‌ترین دستاوردهای این وزارت گفته شده است. مونږ ته د مالی وزارت لخوا نه د تیر 401 کال لپاره 14 میلیارد 480 میلیونه او ولک 80000 افغانۍ هدف را کول شوی و چې مونږه 14 میلیارد 480 میلیونه 4,950 افغانۍ عواید راټول کړي چې تفاوت فیصدي 40% ده. تقریبا 3 میلیارد عواید مونږه د ټاکلي هدف یا ټارګټ څخه زیات راټول کړي دي. مسئولان وزارت معدن و پترولیم نیز میگویند که در کنار قرارداد و استخراج دوام معدن در سال پیش رو در تلاش آغاز کار عملی پروژه های مس عینک و تاپی نیز هستند. به گفته آنان با شرکت MCC چین برای آغاز کار پروژه مس عینک گفتگوها جریان دارد و با رفع مشکلات از جمله بیرون کردن آثار تاریخی از ساحه پروژه کار عملی آن آغاز خواهد شد. دوی مشکل دی تاریخی آثار وجود دلتا چې غیر باندې نقل باندې زیات وخت لګیږي او مصارف زیات کیږي او تاسو ته معلومه ده چې امارت اسلامي باندې بندیزونه دي بودیجه کمزوري ده غیر مصارف پر کول یو لوی چالش ده یو لوی مشکل ده. ان شاء الله دا ټول مشکل به حل شي. مونږ تاسو ته اطمینان درکو چې د امارت اسلامي مشران ټول ژمن دي. یکی از دلایل عمده افزایش عواید وزارت معادن و پترولیم استخراج و صادرات زغال سنگ و بعضی سنگ‌های قیمتی گفته شده است. با این حال شماری از آگاهان اقتصادی تاکید می‌کنند که باید زمینه پروسس مواد معدنی در داخل کشور فراهم شود تا از صادرات مواد خام به خارج جلوگیری شود. با توجه به اینکه کشور افغانستان سرشار از منابع طبیعی و مواد معدنی است، در صورت میتونه که بیشترین بهره و استفاده را ببرند که این مواد خام در حقیقت در داخل پروسس بشه و تولید به یک کالا و یک محصول بشه که در اون صورت هم ارزش افزوده در داخل کشور خلق میشه و هم زمینه اشتغال زایی و کسب و کار فراهم میشه. با این حال استخراج معادن بزرگ نیازمند سرمایه گذاری خارجی است که در شرایط کنونی و تا حل شدن مشکل سیاسی افغانستان با جهان دشوار به نظر می رسد. اداره احصایه هرات از توزیع 340,000 تذکره الکترونیکی تا یک سال گذشته خبر می‌دهد. رئیس این اداره می‌گوید ماهانه حدود 9 میلیون افغانی عواید دارند و در تلاش برای بهبود این پروسه هستند. این در حال است که از میان 3 مرکز توزیع تذکره در هرات در حال حاضر تنها یک مرکز آن فعال است. باشندگان هرات اما از حکومت می‌خواهند نظر به جمعیت این ولایت امکانات فراهم سازند. یک مرکز فعال از 3 مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در هرات، ارگان نسبتاً فعال که در یک سال گذشته بیشتر از 300,000 تذکره الکترونیکی توزیع کرده، میانگین آن در هر ماه 32,000 تذکره الکترونیکی. موج تقریباً پاکالک در یک سال ورات یزره تذکره موج تقسیم کرد. اوایل دمیش تقریباً 9 لک افغانی موج اوایل درم.
رجوع مردم برای دریافت تذکره الکترونیکی همچنان در حال افزایش است. علی‌رغم رضایت مراجعین، مردم خواهان بهتر شدن و آسان‌تر شدن روند توزیع تذکره هستند. ولی کار خوب پیش میره. اینجا نسبت به پرسنل که امارت اسلامی داره اصلا خیلی خوب کاری بره. ولی از حکومت میخوام، از امارت اسلامی میخوام که این پرسنل بیشتر باشه که این مردم هر چی زودتر کارش انجام بده. انشالله دغس وصولی اجراکیج هم و خلاصی دو مانا و یه ورس که چی دیر طول کاجه خون. دغه ورس انشالله خلاصی از که طول مسلمانه د آزاد د لیر ورسوالی څخه راځي، د آزاد ورسوالی څخه چې دغه کارونه خلاص. با این حال از میان سه مرکز توزیع تذکره در هرات تنها یک مرکز آن فعال است. باشندگان هرات خواهان فعال سازی مراکز دیگر و افزایش چند برابری پروسه توزیع تذکره هستند. ما از دولت خواهش مندیم که این مراکز خود بیشتر کنیم که ما بتونیم از این به حساب تذکره الکترونیکی به خوب بگیریم. از این بابت ما که دیر میشه مراکز از اینا به کل کمه، به اونجا میری حتی یک روز دو روز سه روز نوبت نمیرسه که به داخل از اون بری. مسئولین خواهش مندیم که شعبات توزیع تذکره الکترونیکی را گسترش دهند تا مردم به راحتی بتوانند تذکره برای خود دریافت کنند. با گذشت هر روز علاقه مردم به اخذ تذکره الکترونیکی در حال افزایش است. اواید حکومت هم از این پروسه نسبت به قبل چند برابر افزایش یافته. کار بازسازی ساختمان هفت باب مکتب در ولایت زابل تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. این مکاتب که در مرکز و چهار ولسوالی ولایت زابل قرار دارند، بازسازی آن زیر نظر ریاست معارف و به همکاری مالی یونیسف تکمیل شدند. باشندگان زابل نیز از بازسازی این مکاتب در مناطقشان استقبال کردند. بازسازی هفت باب مکتب در مرکز و چهار ولسوالی ولایت زابل، مکاتبی که در 20 سال گذشته بر اثر درگیری ها تخریب شده بود. حالا ساختمان این مکاتب با کمک 70,000 دلاری یونیسف بازسازی شده که به گفته مسئولان محلی نزدیک به 6,000 کودک در آن درس خواهند خواند. اول ولایت که صدور ولسوالی که مرکز کلات شنکی میزان و شجو ولسوالی که او با مکاتب ترمیم سو در اویاز و دلو مالی لگشت پدی که در بعض مکاتب و ایزوگام و در کنت چرت بندی کنگریت و او در طول مکاتب و رنگ و بعض که کلکینان و او بعض مکاتب و که در سمچان لپار شوکاتون آمولو. بازسازی این مکاتب با استقبال گرم باشندگان این ولایت روبرو شده است. آموزگاران نیز با تأکید بر بازسازی دیگر مکاتب میگویند قبلا محیط مناسب درسی برای دانش آموزان فراهم نبوده است. استادان و شاگردان دوار لرو یوازی به سیمپ او در تعمیر به خرابال مشکل و عقد مسخه مسیح لخواست خواهل شد. نو کوم دانه وایو دای دوی کیس همیش تاسو سره همکار پاتې سي دې باندې ډیر خوشاله سلو مخ کې دا مشکل وسې دلته یو خو دا ډیر سم په کرکنان نو خراب لو عینې مات ویلې کړه شاګردان بل ډیر مشکل سره مخامخ ورو یعنی په سم په کې بدوري ولې کم پاجات درس تر سره کېدل لاغه په خان سره مخامخ. در همین حال گفته شده که ساختمان هشت باب مکتب دیگر نیز با کمک مالی یونیسف در زابل زیر کار است و در آینده نزدیک به بهره برداری سپرده خواهند شد. و حالا بیننده یه چند خبر کوتاه باشید. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی اعلام کرده که در اثر سرازیر شدن سیلاب های چند روز گذشته دست کم 3 نفر جان باخته و 261 منزل مسکونی به گونه قسمی و یا کلی تخریب شده است. سخنگوی این وزارت همچنین گفته 3500 جریب زمین زراعتی نیز از بین رفته است. همزمان با این از ولایت سمنگان گزارش شده که بیش از 1000 مواشی در پی سرازیر شدن سیلاب ها تلف شده است. کارزار تطبیق واکسین پولیو سر از فردا در چهار ولایت شرقی کشور آغاز می شود. گفته شده در این کارزار بیش از 1,000,000 کودک زیر 5 سال در ولایت های ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان واکسین دریافت خواهند کرد. کارزار واکسین پولیو در حال در ولایت شرقی کشور قرار است آغاز شود که افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی اند که تا اکنون موفق به محو پولیو نشدند.
وزارت امور داخله از همه منصوبین ادارات نظامی و غیر نظامی خواسته که برای دریافت مجوز حمل سلاح ثبت نام کنند. این وزارت با نشر اطلاعیه گفته این اقدام را برای تامین امنیت، شناسایی افراد مسلح غیر مسئول و اشخاص استفاده جو روی دست گرفته است. وزارت داخله برای صدور مجوز حمل سلاح یک ماه زمان تعیین کرده است. بارش برف و باران‌های اخیر در ولایت بامیان بسیاری از اماکن تاریخی این ولایت را در معرض نابودی قرار داده است. شماری از باستان شناسان میگن تغییرات اقلیمی، بارش باران و بی‌توجهی گردشگران هنگام بازدید خطر نابودی این اماکن تاریخی را افزایش داده است. همزمان ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت وجود این نگرانی‌ها را تایید کرده و گفته است تلاش‌ها برای جلوگیری از تخریب جریان دارد. شهر قلقله از جمله 8 مکان باستانی بامیان که جزو میراث‌های فرهنگی جهان در سازمان یونسکو به ثبت رسیده. این شهر که نماد از تمدن‌های گذشته در این ولایت است، حالا اما در خطر نابودی قرار گرفته، شبیه بسیاری از میراث‌های تاریخی این ولایت. وجود آبده‌های تاریخی در یک منطقه یا مثلا در یک جای به معنای ایجاد تمدن هست، به معنای تمدن هست. پس ما اگر این آبده ها رو نداشته باشیم، در حقیقت ما تمدن نداریم. ما زمانی که این آبده ها رو داشته باشیم، تمدن داریم. به باور باستانشناسان، علاوه بر مکانهای ثبت شده در سازمان یونسکو، آبدات زیادی در این ولایت وجود دارد که حوادث طبیعی و بی‌توجهی گردشگران خطر نابودی آن را افزایش داده است. تعداد زیادی آدم ها که در اونجا حرکت میکنه یا بالا و پایین میشه و تکان میخوره، لرزه میکنه، اینا هر لرزه کوچیک در اون درسته که بسیار سخت و محکم معلوم میشه، ولی به مرور زمان این میتونه آسیب پذیر باشه. و همچنان در سایه قلقله هم همونطور است، در سایه زهاق هم همونطور است. وقتی مردم در اونجا بیش از حد گشت و گذار میکنه و همون نفری که راهنما در اونجا است، اون هم نمیتونه که به همه برسه. مشخصا بگیم که یکیش بیشتر و دیگرش کمتر نخواهد، همه اینا اشد به نیاز برای کار هست که برای اینا کار صورت بگیرد. تلاش داریم و امیدواری برای ازی هست که در آنها در قسمت کار صورت بگیرد تا آبوده های تاریخی که سرمایه ملی و مردمی همه افغانستان هست البته در قسمت کار صورت. شهر قلقله، زهاک، ککرک، قلعه اکرم و چندین مکان دیگر از جمله مکان های مهم تاریخی بامیان است که خطر نابودی آن را تهدید میکند. 13 حمل یا 2 آپریل برابر است با روز جهانی کتاب کودک، روزی که در افغانستان کمتر به آن توجه می شود. روانشناسان دوره کودکی را برای زندگی سرنوشت ساز و حیاتی دانسته می گویند. محتوای کتاب کودک باید تخصصی و مطابق فهم کودکان نگاشته شود. به باور آنان اگر محتوای کتاب کودک مطابق با سن و علاقه کودکان با توجه به مسائل روانشناسی و اجتماعی تهیه شود، در رشد و پیشرفت کودکان اثرات چشمگیر خواهد داشت. 13 عمل برابر است با روز جهانی کتاب کودک، مسئله‌ای که کمتر در افغانستان جا افتاده و به آن توجه شده. روانشناسان ذهن کودک را به تخته سفید تشبیه می‌کنند که هر آنچه نوشته شود در آن باقی خواهند ماند. با توجه به این مسئله، محتوای کتاب کودک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا این محتواست که زندگی کودک را در آینده رقم می‌زند. اگر محتوای کتاب خشونت گفت، اگر محتوای کتاب فقر گفت، اگر محتوای کتاب درگیری گفت، اگر محتوای کتاب تعصب گفت، کودک به دنبال از این مسئله است که دنیای بد است و تا آخر سرانجام زمان هم که جوان است با دنیای بد سر کار می داشته باشه. ولی اگر محتوای کتاب برش تعریف کرد، تمجید کرد که نی خوب است، خانواده برش تعریف کرد، تمجید کرد که نی خوب است، از طرف جامعه به صورت مکمل پاداش گرفت، اصلا تعصب را در جامعه نداشت، این به دنبال همون سوال است که نی دنیای خوب است. آگاهان بر این باورند که محتوای کتاب کودک باید مطابق با سن و علاقه کودکان تهیه و نوشته شود تا کودکان از کتاب خاطره خوش داشته باشند و راهنمایی شوند. آنان تاکید میکنند نباید هر نوع محتوا از جمله خشونت، فقر، تعصب و امثال آن در کتاب کودکان ذکر شود. اگر کودک در این مرحله نتواند با کتاب و با این قبیل چیزها انس بگیرد، تا آخر عمر بازم از کتاب خواهد برید و دوست خواهد داشت، کارهای دیگری سخت و شاقی را انجام بدهد، ولی در کتاب و کتابخانه و مکتبخانه و مکتب اینها
رو نیاره. این سرنوشت ساز است. زمانی که کتاب ها از نواز نقش و نگار، از نگاه محتوای علمی، از نگاه محتوای روانی اینا کاملا درست باشه، کودک ما زودتر رشد میکنه و ما جامعه متمدنتر، فرهنگیتر و علمیتر در آینده خواهیم داشت. باورها این است که محتوای کتاب کودک و نصاب آموزشی دوره ابتدایی مکاتب از بُعد روانشناسی و تربیتی با مشکلاتی روبروست و نیازمند به بازنگری جدی دارد. بیشتر کتابهایی را دوست دارم که با تاثیر باشد، چون یک شاگرد بیشتر از اینکه در نوشته ها یاد بگیره با تصویر زیادتر یاد میگیره. تصویرهای زیادی داشته باشد تا ما از روی نوشتهش هم از روی تصویرش هم درس یاد بگیریم. استفاده از تصاویر شاد و رنگی، داستانهای خنددار، محتوای خلاقانه و آسان، مطالب آموزشی از ویژگی‌های مهم کتاب کودک گفته شده است. در ادامه می‌بینید. اعتراض شدید اوکراین به ریاست دوره‌ای روسیه در شورای امنیت سازمان ملل. زلنسکی با انتقاد گفت یک کشور جنگ افروز نباید به ریاست چنین نهادی برسد. و تجدید بحران بشری بی‌سابقه در پاکستان. تنها در دو روز گذشته دست کم 16 نفر بر اثر ازدحام بیش از حد در جریان توزیع کمک ها جان باختند. آنانی که در عقب قرار داشتند فشار می دادند. من هم افتادم و آخرین چیزی که به یاد دارم خواهرانم افتاده بودند. شمار قربانیان ازدحام در جریان توزیع کمک های غذایی در سراسر پاکستان افزایش یافت. از روز جمعه به بعد در رویدادهای مختلف در جریان توزیع کمک های غذایی 16 نفر جان باختند. بحران بشری در این کشور به دلیل تورم، کاهش ارزش کلدار و اختلافات سیاسی در حال عمیق‌تر شدن است. آشفتگی سیاسی، مشکلات اقتصادی و تروریسم مثلث بحران بی‌پیشینه پاکستان. این کشور با چالش‌های داخلی و خارجی هراس‌انگیزی روبروست، به طوری که از دو سال گذشته آشفتگی‌های سیاسی، بحران اقتصادی و بازگشت تروریسم به پاکستان امان دولت مردان این کشور را بریده. این تصاویر این روزهای پاکستان: هجوم به کاروان‌های مواد غذایی، جنجال بر سر تقسیم آرد و برنج، افزایش گداها در سطح شهر و صف‌های طولانی برای کمک. اوضاع بدتر از این نیز می باشد. این تصاویر روز جمعه از محل توزیع کمک‌های غذایی و ازدحام بیش از حد زنان که دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. آنانی که در عقب قرار داشتند فشار می دادند. من هم افتادم و آخرین چیزی که به یاد دارم خواهرانم افتاده بودند. تلاش کردم آنان را نجات بدهم اما نتوانستم. بعد از اینکه مردم از صحنه رفتند، هر دو خواهرم بی جان روی زمین افتاده بودند. و این هم صحنه فرار مردم از شلیک نیروهای امنیتی پس از ازدحام برای به دست آوردن مواد غذایی رایگان در منطقه دیگری از پاکستان. در این رویدادها از روز جمعه به بعد 16 نفر جان باختند. پاکستان در ذات خود فاقد توانمندی اقتصادی صنعتی بنیادین و قابل اعتناست. دولت های این کشور در طول چند دهه بعد از استقلال تاکنون عملکرد چشمگیری در خلق ابتکار و ایجاد ابزار تحرک بومی لازم و همپا با اقتصاد و تجارت شتابان بین المللی بروز ندادند. بخش عمده این مشکلات ناشی از ساختار سیاسی داخلی و مبارزه بی امان احزاب و سیاستمداران برای کسب و باقی ماندن در قدرت با بهره جویی از تمامی ابزار و موقعیت های موجود است که نمی گذارد به بحران اقتصادی رسیدگی شود. نخست وزیر عمران خان را مقصر همه چیز می داند. او هیچ تقصیری ندارد، نه گاز است و نه برق و نه آب. همه چیز به شمول آرد و برنج قیمت شده. آنان باید از شرم بمیرند. پاکستان با یکی از شدیدترین بحران‌های سیاسی و اقتصادی در تاریخ 76 ساله خود دست به گریبان است. مجموعه از مشکلات و نابسامانی‌ها در صحنه داخلی و عرصه خارجی شرایط خطیری را پیش روی رهبران این کشور نهاده که جدای از دوران درگیری‌های نظامی همه‌جانبه با هند تا کنون بی‌پیشینه بوده است.
پس از آغاز ریاست روسیه در شورای امنیت سازمان ملل، اوکراین به شدت به این اقدام تاخت. رئیس جمهور این کشور خواستار اصلاحات در نهادهای بین‌المللی شد و گفت یک کشور جنگ افروز نباید به ریاست چنین نهاد برسد. دیگر مقام‌های اوکراینی نیز این اقدام را سیلی محکم بر روی جامعه بین‌المللی خواندند. مقام‌های روسیه اما گفتند بدون جانبداری به شورای امنیت ریاست خواهد کرد. رسیدن ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل به روسیه در سایه جنگ سنگین و خونین مسکو در اوکراین، مسئله ای که واکنش های گسترده اوکراین و غربی ها را به همراه داشته است. ولادیمیر زلنسکی خواهان خروج روسیه از نهادهای بین المللی شد. او گفت ساختار نهادهای جهانی باید اصلاح شود. روسیه تا کنون تمام اشکال ترور را مرتکب شده است و هیچ دلیلی وجود ندارد که اصلاح نهادهای جهانی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متوقف شود. تروریست ها باید ببازند، باید در قبال ترور پاسخگو باشند و هیچ جا ریاست نکنند. مسکو آخرین بار در فوریه 2022 ریاست این شورا را بر عهده داشت، همان ماهی که به اوکراین حمله کرد. بر اساس گزارش ها روسیه تأثیر کمی بر تصمیم گیری ها خواهد داشت، اما دستور کار بر عهده این کشور خواهد بود. در مقابل مسکو گفته که سرگئی لاوروف وزیر خارجه در نظر دارد در ماه جاری یکی از نشست های شورای امنیت سازمان ملل را با موضوع چند جانبه گرایی مؤثر ریاست کند. کرملین روز جمعه اعلام کرد که قصد دارد از تمامی حقوق خود در این نقش استفاده کند. دیپلمات های کشورهای غربی نیز به ریاست روسیه در این شورا معترضند. از جمله واشنگتن از عضویت روسیه در شورای امنیت انتقاد کرده. کاخ سفید اما گفته نمیخواهد در وضعیت اعضا تغییرات ایجاد شود و هیچ راهی برای جلوگیری از حضور مسکو در این پست هم وجود ندارد. و حالا پیش بینی وضعیت آب و هوایی فردا. کابل ابری با احتمال بارندگی 10-4، بامیان نیمه آفتابی 8-3، جلال آباد نیمه آفتابی 19-13، غزنی ابری با احتمال بارندگی 11-1، قندهار آفتابی 28-8، قندوز بارانی 20-12، لشکرگاه آفتابی 27-9، مزار شریف بارانی 20-11، نیلی بارانی 10-0، هرات آفتابی 27. اسلام آباد ابری با احتمال بارندگی 22-14، تهران آفتابی 19-9، دبی آفتابی 25-21، دهلی آفتابی 32-20 و مکه آفتابی 35-21. در اخیر نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. اگر چاشت میافیم شبا نمیافیم، اگر شبا میافیم سبا چاشت نمیافیم. کاهش 50% کمک های غذایی سازمان ملل به افغانستان. برنامه جهانی غذا میگوید به دلیل نبود بودجه توان کمک رسانی به حد اقل 4 میلیون نفر را ندارند. افزایش 6 برابری عواید وزارت معادن و پترولیم در سال 1401. مجموع عواید این وزارت در سال گذشته به بیش از 17 میلیارد افغانی رسید. اونگا 10 میلیارد 400 میلیون 4 لک 9500 افغانی عواید را ټول کړي چې تفاوت فیصدی 40% ده. تقریبا 3 میلیارد عواید منګه د ټاکلي هدف یا ټارګټ څخه زیات را و تجدید بحران بشری بی‌سابقه در پاکستان. تنها در 2 روز گذشته دست کم 16 نفر بر اثر ازدحام بیش از حد در جریان توزیع کمک ها جان باختند. آنانی که در عقب قرار داشتند فشار می دادند. من هم افتادم و آخرین چیزی که به یاد دارم خواهرانم افتاده بودند. تلاش کردم آنان را نجات بدهم اما نتوانستم.
به پایان بسته خبری این ساعت رسیدیم. بینندگان عزیز، بسته های خبری ما را در بسته یوتیوب و در چینل یوتیوب نیز می توانید دنبال کنید. شب خوش، خدا نگهدار.